سلام علیکم دوستای عزیز، خوش آمدین. درس امروز ما شما سیستم اطراحیه انسان یا اکسکریتوری سیستم می باشه. در درس گذشته ما شما سیستم دفاعی را خواندیم. به ادامه درس گذشته امروز سیستم اطراحیه، یعنی هر موجود زنده جهت ادامه حیات خود به تغذیه یا به انرژی ضرورت داره که از طریق سیستم هضمی اخذ میکنه و از اینکه این غذا به انرژی تبدیل شود تنفس ضرورت است تا غذا اکسیدشن شود، احتراق شود، تولید انرژی صورت بگیره. در اثنای تجزیه و هضم مواد غذایی در پالیزی که انرژی تولید میشه، بعض مواد اضافی در وجود تولید میشه که این مواد اضافی از وجود به شکل از اشکال باید اطراح شود که ما شما اکسکریتوری سیستم یا سیستم اطراحی یاد میکنیم که گازات به شکل کاربون دای اکساید از طریق سیستم تنفسی هم اطراح میشه، بعض مواد اضافی به شکل عرق از جلد اطراح میشه و بعضی از مواد اضافی وجود از طریق سیستم اطراحی اطراح میشه. اعضایی که در این سیستم کار میکنه گرده یا کیدنی، حالبین یا یوریترز، مثانه یا یوریترا بلدرز میباشه و مجرای ادرار یا یوریترا میباشه. این اعضا در این سیستم با هم یک جا کار کرده سیستم را تشکیل داده. خب ما شما از گرده شروع میکنیم، به ترتیب میخوانیم. تمام فقاریه ها دارای جوره گرده می باشه که گرده ها شبیه لوبیا یا تقریبا شکل لوبیا رو دارست، به دو طرف ستون فقرات موقعیت داره، نسبتا به شکل مایل می باشه، یعنی گرده راست کمی نسبتا پایین تر قرار داره. هر گرده از 3 قسمت تشکیل شده که شامل قشری گرده یا کارتکس هم گفته میشه، قسمت دومیش هم مغزی گرده یا میدولا هم یاد میشه و قسمت سومی گرده به نام هویزه است یا لگنچه. یه لگنجه هم گفته میتونیم، هویزه هم گفته میتونیم یا پلویس. خب اناله در گرده که قسمتی قشریش گفتیم به نام کارتکس یاد میشه، کارتکس شامل قسمتی از بومن کپسول جمع گلومیرول میباشه، یعنی شامل کپسول بومن جمع گلومیرول می باشه، رگهای گلومیرول. رنگ سرخ داره، این قسمت گرده است. اکثر عملی مهم یعنی عملی فیلتریشن هم در قسمت گرده، در قسمت کارتکس گرده صورت می گیره. در گرده تقریبا 8 الا 10 عدد، در حدود 8 تا 10 عدد ساختمان های هرم مانند وجود داره به نام پیرامید یاد میشه که ساختمان های هرمانن طوری قرار داره که قاعدهش به طرف کورتکس و ذروهش به طرف پلویس میباشه، تعدادشون بین 10 الا 8 عدد میباشه. به شکل او قسمتی از گرده که دارای پیرامید است به نام مغز یا میدولای گرده یاد میشه. پیرامید ها در یک نقطه قفمانند ختم شده که این نقطه را به نام هویزه یا لگنچه یا پلویس یاد میکنن. در پلویس ادرار موقتا ذخیره میشه تا یک چند قطره شد، باز از طریق حالبین داخلی کیسه مثانه میشه. الان ما در این تجربه میبینیم از قلب دو رگ بزرگ به طرف گرده میره، یکی شریانی کلیوی است و یکی هم ورید کلیوی، گرده را کلیه هم گفته میتونیم.
برنگ سرخ که نشان داده میشه است شریانی کلیوی و هم است وریدی کلیوی. خب شریانی کلیوی خونی که در قلب پمپ میشه تقریبا 25% او خون توسط شریان کلیوی میه به طرف گرده جهت فیلتریشن یا تصفیه. یعنی انسان اگر مقدار خونی که داره در هر ضربان قلب 25%ش به طرف گرده میره، به این معنی که تمام خون در ظرف 4 الا 5 دقیقه یک بار از گرده ها تیر میشه و در گرده یا در سیستم اطراحیه فیلتریشن صورت میگیره. وظایف گرده چی است؟ از وظایف عمده گرده اطراح نمودن مواد سمی و زهری از بدن می باشه. مثلا در وجود ما شما یوریا ساخته میشه. زمانی که ما شما پروتئین می خوریم از هضم پروتئین گاز امونیا آزاد میشه یا NH2 که زهریتشان NH3 که زهریتشان زیاد است. در گرده این مواد زهری از بدن خارج میشه. اینالی در جگر همیشه سهم داره، چون جگر او امونیا را به یوریا تبدیل میکنه، با کربن دی اکساید تعامل میپرده تا اینکه زهریتش کم شوه و از بدن اطراح میشه. همچنان گرده گلوکوز، نمک و مینرال های اضافی را از خون اطراح میکنه. در مجموع یک حالت هوموستاسیس یا تعادل در بدن برقرار میکنه بین غلظت نمک، مینرال، آب اضافی برقرار میکنه. وقتی که خون از طریق شریان کلیوی به گرده رسید، در قسمت کورتکس گرده نفرون وجود داره. نفرون واحد ساختمانی گرده است. یک گرده بیشتر از 1,000,000 نفرون را دارا می باشد. نفرون اصل وظیفه ایجه است. اصل کارها را نفرون انجام میده. هر نفرون از 3 قسمت تشکیل شده که شامل بومن کپسول یا کپسول بومن، رگهای گلومیرول می باشد. رگهای گلومیرول، بومن کپسول یا کپسول بومن و تیوب های مارپیچی. هر نفرون از 3 قسمت ساخته شده. فرض کنیم اگر ما شما نفرون را ببینیم، اول قسمت بومن کپسولشه که شکل حرفی تقریبا یو را داراست، یوی خم شده و دارای تیوب های مارپیچی است. 3 عدد قوس داره و هم تیوبی جمع کننده یا تیوبی مستقیم هم یاد بشه. فرض کنیم اگر یک نفرون باشه، در قسمت بومن کپسول داخل از اون دارای یک شبکه از عروق شعری است به نام گلومیرول یاد میشه، که فرق بین عروق شعریه با عروق شعریه دیگه است که معمولا عروق شعریه بین شریان و ورید قرار می داشته باشه، اما گلومیرول تفاوت چیزی که بین شریان و شریان قرار، یه هم شریان است، یه هم عروق شعریه گلومیرول است، یه هم شریان است که برآمده از گلومیرول اطراف تیوب مارپیچی را احاطه می کنه، پیچ خورده. اناره زمانی که خون در گلومیرول میه، عملی فیلتریشن داخل کپسول بومن توسط گلومیرول صورت میگیره. اینا اینجا مشخص میگه این است کپسول بومن این به رنگ سرخ که رسم کردیم این گلومیرول میباشن، این هم 3 عدد قوس است که میگیم قوس هانلی. قوس پروکسیمال و هم قوس دیستال می باشه. این تیوبی مستقیم را به نام تیوبی
جمع کننده هم یاد میشه، تیب مستقیم هم گفته میشه. خب این شد یک گلومیرول، یک نفرون که واحد ساختمانی گرده است. اگر ما شما این نفرون گرفته در روی گرده بانیم، ای تا قسمت تیوب مستقیم گلومیرول و کپسول بمان در قسمت کارتکس قرار داره و خود تیوب جمع کننده که است مستقیما از روی پیرامید میگذره داخل حویزه میشه. از پیرامید گذشته در حویزه و زمانی که عملی فیلتریشن، یعنی مکانیزم عمل فیلتریشن چطور است، وقتی خون در گلومیرول آمد اینجا فیلتریشن صورت میگیره، مواد اضافی خون، موادی که فیلتر شده، داخل تیوب های مارپیچی حرکت میکنه به شکل طرفی تیوب جمع کننده. اینالی در جریان از اینکه مواد به طرف تیوب جمع کننده میره، این تیوب مارپیچی توسط رگ شریان پیچیده شده. حکمت دیگه است. خدا آنجا جلو مثلی که برای ما شما امر کرده، کلو و اشربو ولا تصرفو، بخورید بنوشید اما اسراف نکنید. این قانون را در وجود ما شما خدا آن خلق کرده، هیچ چیزی در وجود ضایع نمیشه. موادی که در گلومیرول فیلتر شده، موادی که داخل تیوب مستقیم و تیوب های مارپیچی جریان داره، اینو به نام فیلترات یاد میکنه. ممکن از گلومیرول باز مواد گذشته باشه که هنوز به درد وجود میخوره یا برای وجود ضرورت است، مثلا یکان آمینو اسید، یکان گلوکوز، یکان ویتامین، نمک، آب اضافی که هنوز پاک است وجود از استفاده کرده میتونه. اگر یا از گلومیرول گذشته باشه، اطراف گلومیرول که توسط رگ مارپیچی پیچیده شده دوباره از جدار تیوب جذب میشه که را به نام جذب دوباره یاد میکنیم. در اینجا یکی آب است H2O که در جذب دوباره آن هورمونی به نام ADH یا انتی دیورتیک هورمون، انتی دیورتیک هورمونی ضد ادرار گفته میشه، این آب را دوباره از تیوب جذب میکنه. او آبی که هنوز پاک است وجود برای او ضرورت داره. نمک اضافی، اگر کدام مالکول نمک تیر شده باشه، این دوباره جذب میشه. در جذب دوباره آن هورمونی به نام الدسترون فعال میباشه که سبب جذب دوباره نمک میشه. در نتیجه جذب دوباره 99% مرکبات عضوی یعنی گلوکوز، آمیناسید، ویتامین دوباره جذب میشه و آب و نمک که هنوز پاک است دوباره جذب میشه. بالاخره مواد اضافی که در تیوب جمع کننده یا تیوب مستقیم جمع میشه همه ایشان مواد اضافی میباشه که به نام ادرار یاد میشه. خب ایدر پلویس در موقتا ذخیره میشه تا چند قطره شده از طریق حال بین وارد کیسه مثانه میشه. اگر ما شما ادرار را زیر مطالعه قرار بگیریم، مطالعه کنیم و یا هم تجزیه کنیم در یک لابراتوار، ترکیب آن طوری است که از جمله مقداری که در وجود تولید میشه 96% آن آب میباشه، 2.5% هم یوریا است، 1.5% نمک است. این ترکیب ادرار است که در گلومیرول از خون جدا شده، در تیوب جمع کننده جمع میشه، بالاخره در قسمت مثانه جمع میشه. خود یوریا چطور تشکیل میشه؟ و آمیناسید هایی که آمیناسید واحد ساختمانی پروتئین است، یعنی پروتئین های کوچک است، زیادتر در ترکیب و نوسازی انساج و جرات نقش داره. و آمیناسید هایی که وجود از او استفاده کرده نمیتونه، تحت عملی دی امینیشن قرار میگیره. تحت عملی دی امینیشن، دی امینیشن چی در میگه؟ یک امینو اسید NH2 رابطه کاربوکسیل رادیکال است، در جگر انسان توسط یک اتم اکسیژن ای به امونیوم ایزوسیانید یا یوریا تبدیل میشه. در نتیجه تعامل ببینیم که یوریا تولید شده
یمونیوس همچنان پیروی کسی تولید شد. یمونیا با کربن دای اکساید اگر یک جا شود در نتیجه یوریا ساخته میشه و این هم پایرویک اسید است. این هم ولیره که در نتیجه آن آمینو اسید های غیر ضروری بدن در جگر انسان تحت تعامل اکسیژن قرار میگیره و تجزیه میشه. این عملیه به نام عملیه دی امینیشن یاد میکنیم که بالاخره یوریا تشکیل میشه و این یوریا بر وجود ضرر داره و این باید از وجود اطراح شود که توسط گرده اطراح میشه. خب هرگاه یک نفرون ضرر ببینه یا فلج شود این عملی را به نام مرض نفریت یاد میکنه یا نفریت که سبب از میشه که نفرون های مجاور یا همسایه دیگر هم ضربه برسانه و احتمالش است که یک گرده مکمل شود فلج شود. حالا از اینکه گرده ها در طول یک شبانه روز در 24 ساعت بیشتر از 180 لیتر مایع را فیلتر میکنن در جریان 24 ساعت بیشتر از 180 لیتر مایع را فیلتر میکنن. از 180 لیتر فقط 1.5 لیترش به شکل ادرار از بدن اطراح میشه. در 24 ساعت 1.5 لیتر نرمال به شکل نرمال ادرار تشکیل میشه. یعنی یک گرده توانی از این بیشتر از این داره بیشتر از این. بنام اگر یک گرده تخریب بشه یک گرده هم میتونه ضرورت بدن پوره بسازه، اما اگر هر دو گرده تخریب بشه در اون صورت جهت فیلتر خون بازن از گرده مصنوعی یا دیالیزیس استفاده میشه. خب این حال وقتی که مواد اضافی ادرار در قسمت مثانه جمع شد، خود مثانه یک کیسه ارتجایی قابلیت ارتجاعیت را داره، یعنی حجمش زیاد کم میشه. معمولاً بین 300 تا 500 سی سی ادرار زمانی که در کیسه مثانه جمع شد در این وقت انسان احساس ضرورت پیدا میکنه. اگر به شکل جبری یا امکانات باشه که انسان تحت ضرورت داشته باشه اما رفته نمیتونه بر رفع ضرورت، این مقدار تا 800 سی سی میرسه، اما بعد از 800 سی سی درد آور میباشه که در اینجا در قسمت ختم مثانه در مجرای ادرار یا یوریترا قرار داره. اینجا دو عضله تنگ کننده به نام اسفنکتر قرار داره، دو عضله تنگ کننده به نام اسفنکتر قرار داره که اسفنکترها یکی داخلی است و یکی خارجی. اسفنکتری که داخل است او غیر ارادی است، یعنی تحت اراده انسان نیست. وقتی که مقدار در مثانه در بالا رفت این غیر ارادی باز شده میتونه، اما اسفنکتر بیرونی که است اسفنکتر بیرونی ارادی میباشه. اسفنکتر که ارادی است دیگه تحت قشر مغز در قسمت مغز کارتکس مغز این احساس میکنه، از طریق ما شما درک میکنیم که باید به رفع ضرورت بریم. این بود سیستم اطراحیه. کامیاب و موفق باشین. به امید از اینکه همه تان صحتمند باشین. خداحافظ.